بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه است، 18 ماه می سال 2016 میلادی و برابر است با 29 اردیبهشت ماه 1395. ممنونم از تمام دوستانی که چه در طی برنامه با فرستادن پیام و کامنت و از طریق فیسبوک، ماشاءالله این روزا که دیگه، دیروز داشتم با یکی صحبت میکردم گفتم اون وقتا یه ایمیل داشت، اول یه تلفن داشتیم، تلفن منزل، بعد شد تلفن منزل تلفن همراه. گفتیم خب، طرف میگه آقا من به منزل زنگ زدم شما نبودیم. گفتیم آقا ما بیرونیم سر کاریم، حالا باید شب برسیم اینا. اون تلفن منزل کم کم از بین رفت، شد تلفن همراه، ولی از مکافات ایمیل و نمیدونم فیسبوک و یاهو چت و صد تا کوفت و زهر مار دیگه بیخبر بودیم. الان دوستان از صد طریق میتونن بهت تماس بگیرن، ولی ارتباطات و تماس ها کمتر شده، چون اینجا پیام میذاره، اونجا برای اون پیام میذاره. همین اسمش بیخود نیست، گذاشتن وب. این وب یعنی مثل تار عنکبوت دیگه، یکی از این دبلیو هایی که شما می نویسید، یکیش برای دنیا یعنی همه جا رو پوشونده، یکیش هم برای همین وب، ورلد واید وب فکر کنم، بله، یکیش یعنی سراسر دنیا، دوتاش، یکی سراسر، یکیش دنیا، یکیش هم این وب مثل تار عنکبوت. و مثل تار عنکبوت همه ماها رو مثل این حیوانات کوچیک در بر گرفته و داریم دست پا میزنیم و خودمون رو خسته میکنیم. خب، و اما هجوم چشم آبی ها به هتل های تهران، رزرو کامل هتل های پایتخت. حتما میخندید میگی آقا مگه میشه ما ایرانی ها از ایران فرار کردیم؟ دوستمون علی شیرازی برای من فال حافظ میفرسته که حالا براتون میذارم و خیلی هم قشنگ صحبت میکنه و اینها، که ما به اصطلاح مجبور شدیم که در بریم و سرنوشت اینجوری بوده و اینها. برایش نوشتم خداییش شما ناراحتی که از ایران اومدی بیرون و آمریکا، فکر کنم ایشون آمریکا زندگی، بله آمریکا زندگی کنه، اون موقعی که حمایت میکرد از تلویزیون آدرسش مال آمریکا بود. در هر صورت گفتم که شما ناراحتی که اومدی اینجا، یه چیزی برام نوشت که خب یکم هم ناراحت میشه آدم. نوشته که من 300 صفحه نوشتم در 62 سالگی از مصیبت هایی که کشیدم و اینها. گفتم حالا هر وقت چاپش کردی برام بفرست، ولی وقتت رو با مصیبت ها تلف نکن و بیشتر دنبال شادی ها باش. این آمریکایی ها یه چیزی من یاد گرفتم، حتی وقتی میمیرن اون اطرافیانشون نمیگن بریم عزاداری کنیم برای که این مرده، میگه بریم مجلس ختم بگیریم و با یاد خوشی ها و لحظات خوشی که با ما، با فامیلش، با دوستانش داشته، یاد اون رو گرامی بداریم. پس علی عزیز تا هستی لذت ببر، که خیام گفت دیگه، اونهایی که زیر خاک رفتند و سبزه ازشون روید و اینها آرزوی یک لحظه بیشتر زنده بودن رو داشتن. اینم از این. ولی ممنونم اگه کتابو چاپ کردی یه نسخهش بفرست اینجا. میدونی که ما در تلویزیون مردم هر کسی که کتابش رو بفرسه نشون میدیم کتابش رو و پروموت میکنیم، یه تبلیغ کوچولو مجانیه که به اینا نشون بدیم شما لطف کردی کتابتو بردی پستخونه فرستادی، ما هم شعور داریم میفهمیم و این لطف رو در حق شما میکنیم، کتابت رو نشون بدیم. امیدواریم دوستان ایرانی این کتاب شما رو ببینن و بخرن. صبری جان، امیدوارم حال خودت و خانوادت کاملا خوب باشه، به ویژه نوه گله. صبری جان، 4 تا لینک ارسال کرده اید که به نظر میرسد موضوع دو لینک اول و دوم یکی باشه. برابرین من باید 6 ساعت به سخنان این دانشمندان گوش کنم که در این مورد سعادت با من یار نیست، ولی به موضوعهای ارسالی شما به طور مختصر پاسخ میدهم. بله، آیا به اعتقادات و باورهای من، آها، این که من بعضی وقتا
یه لینک یا یه برنامه رو با دو تا موضوع میفرستم، خیلی ممنون آقای مصطفی زاده، خوب شد شما درست سر موقع. آمریکایی‌ها میگن right time right place، یعنی جای درست وقت درست. مرسی. من اتفاقا امروز برنامه آقای یزدان خدا بندلو رو با وجودی که من مجری هستم و در برنامه با ایشون گفت و شنود داریم و به صورت دیالوگ هست، ولی به صورت دو تا برنامه جدا، برنامه خودم یه ساعت جدا، برنامه ایشون هم یه ساعت جدا، از هفته آیندهم سعی میکنم اگر ایشون مایل باشه برنامه ایشون رو بیارم یا ساعت یک یا ساعت چهار، که خود منم دو ساعت واقعا زیاده دیگه، نذارید ما مثل دوستانی بشیم که بگی خب ما هستیم دیگه اینجا، اگه تلفن میکنید باز باشیم، اگه نه بریم دیگه، اینجوری نباشه. در صورت به این خاطر یه برنامه رو به عنوان برنامه خودم میفرستم، یه دونه لینک رو مثلا امروز مال پریروز دو تا لینک فرستادم، یکیش از نصفه شروع میشه که در رابطه با خانم جیلانیه و این پرسش خوب که چرا ما ایرانی ها به هم آزار و اذیت میکنیم در عوض اینکه به هم کمک کنیم، یکیش هم مال خود بنده است که سوربی با مردم. در هر صورت از این بابت ازتون عذر میخوام، ولی اذیت نکن، شما که متخصص این کارهای ویدیویی هستی، تا بزنی ویدیو رو یه دقیقه دو دقیقهشو ببینی متوجه میشی، اونم مخصوصا ما که تاریخ رو نشون میدیم، روز رو میگیم و همه این اوضاع و احوال. ببخشید نداریم هر روز یک کراوات جدید بپوشیم که مشخص باشه، گاهی وقتا کراوات ها رو که میبینم اینا مال 5 سال پیشه، مال بیشتر 10 سال پیشه، ولی افتخار میکنم که نمیرم کراوات 300 دلاری بخرم، ولی به این و اون سرم رو کج کنم، گردنم رو کج کنم و همین کراوات های کهنه خودم رو میزنم، حالا تا روزی که بشه. کراوات ها رو چرا اینقدر بد میدوزن؟ متوجه شدید پشتش تا دستت میخوره بهش پاره میشه، عمدن این کارو میکنن که شما هی پاره بشه، بعد بگی اوکی بده، دیگه پولی هم که میخوای بدی شستشو اینا زیادتر از خود کراوات میندازی دور، یکی دیگه میگیری. این هم از این ماجرا. هجوم چشم آبی ها به هتل های تهران، این رو به نوبت بهتون نشون میدم. این ماجرای چشم آبی ها خیلی از ایرانی ها مثل که نمیدونن، تو ایران، ایران خودمون خیلی چشم آبی داریم و بری شمال این دوستانی که از روسیه و اینها آمدن پایین، یا بری حتی توی جنوب اینهایی که قشقایی و اینها هستن، چشمای باز روشن سبز و آبی، و این چشم آبی چشم آبی رو شاه متاسفانه شروع کرد و باعث نابودی شد. شما این کار رو نکنید، ولی درباره چشم آبی ها و نمیدونم هتل و توریست و اینها حتما صحبت میکنید. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدا بندلو هستیم و ایشون میخواد درباره نقش احزاب در ادامه در اداره جامعه مدرن صحبت کنن. چون اسم احزاب شد، بذارید من از اون آقای روزبه مشکین خط انتقاد کنم. دوست عزیز، اینجوری که شما این حزب رو داری سرپرستی میکنی، مدیریت میکنی، من فکر نمیکنم موفق بشی، برای که اگر یه تلویزیونی ازت خواسته که اساسنامه حزب رو بفرستی، بهش میگی من الان شمالم، برستم تهران میفرستم، بعد اونجا میگی که داریم وبسایتمون رو عوض میکنیم، آقا این روزا همه دنیا تو تلفن شماست، دستتونه تو تلفن، میزنی اساسنامه اونجاست برای من میفرستی. فکر میکنم شما هم توی حزب خودمون بیای بهتره. حزب ما هست حزب خران، کارمون خیلی خرابه. بله، نقش احزاب در اداره جامعه مدرن. و ایشون از من سوال کرد آیا شما جزو حزبی هستید؟ گفتم نه. گفت چرا نیستید؟ گفتم برای که ما با احزاب بزرگ نشدیم، اطمینان نمی کنیم، و این حزبایی که ساخته شده همش اون معمای کانسپیرسی یا دسیسه توی مغزمون دور میزنه که نکنه من برم توی این حزب ملت اسم بنویسم، بعد اینا اسم منو ببرن یه جایی $10 بابتش بگیرن، یا نکنه من اینجا اسم بنویسم از فردا شروع بشه ایمیل و نامه بیاد اینا اسم من رو فروخته باشن. همین شک کردن و اینها شروع این هست که ما نریم سراغ حزب و احزاب. بذارید من این ما آزموده ایم
در این شهر بخت خیش رو هم نشون بدم، هم تشکر کنم از علی آقای عزیز همشهری گرامی که این به اصطلاح نوشته رو برای من فرستاده. این فال حافظ روی اینترنت شما میتونید بزنید، فال حافظ پیدا کنید و بگیرید و هر روز هم میتونید براتون یه چیزی بفرسته. این یکی که من دیدم اینجا که میبینم به اصطلاح براتون اون شعر رو هم میخونه که اگر شما هم مثل من اجازه بدید بله مشکلی دارید در خوندن این اشعار یا مطمئن نیستید که درست میگید یا نه، ایشون برای شما این کار کرده، نه آقای رضا، نه آقای علی شیرازی ها، ولی اون کسی که این برنامه رو در این شهر وقت خیش بیرون کشید باید از این وقت خیش، از بس که دست میگزم و آه بذاری از اول براتون پخش کنم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش تو دی ما آزوده دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، ما آزموده ایم در این شهر وقت خیش بیرون کشید باید از این ورد رخت خیش، از بس که دست میگزم و آه میکشم آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش، دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش که ای دل تو شاد باش که آن یار تند خوب بسیار تند روی نشیند ز بخت خیش، خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش، وقت است که از فراق تو و سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و بخت خیش، ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش. بله دوستان همونجور که متوجه شدید دو سه جا ایشون اون چیزی رو که خودش میخواد میخونه، مثلا اینجا به جای گل پهن کرده گوش ز شاخ و درخت خیش گفت گل گوش پهن کرده، بعد یکی از این خطا رو نخون، اینو خوند و رفت و اینها، که به نظر من باید اگه کسی میخواد این کار انجام بده از وقتی مخصوصا این شعر رو گذاشته از الف تا یه از اول تا آخرش طبق این بخونه. در صورت ممنونم، این بود اون ماجرایی که علی آقای شیرازی برای ما نوشته بود و من نوشتم که والا با همه مشکلاتی که کشیدیم و اینها، ولی من و شما الان یه جایی هستیم که ایرانیای دیگه حاضرن همه ثروتشون رو خرج کنن برسن اینجا، برن کارهایی رو که من و شما 30 سال پیش انجام دادیم انجام بدن، من و شما الان دیگه راحت نشستیم، بالاخره اگر کاری هم کردیم الان احتمالاً دوره بازنشستگی و وضع نسبتاً خوبی داریم. در اصل ممنون و متشکرم. و اما در رابطه با اون ماجرای پسر ایرانی که در سال 2010 در کانادا دستگیر و زندانی شده، من واقعاً تعجب میکنم که این دوستان ایرانی وقتی که اسم حمایت میاد ازشون خبری نیست، وقتی یه سوال ساده میکنی که آقا ما این کار انجام بدیم یا اون کار انجام بدیم اصلاً ازشون خبری نیست، ولی وقتی راجع به یه خبری هست که یه بنده خدایی یه اشتباهی کرده، همه میخوان ببینن که چیه، شاید بتونن از این یه سوء استفاده کنن. شما باورتون نمیشه من چند تا تلفن و ایمیل داشتم در این رابطه که آقا حتما جمعه اینو میخونی، گفتم بله جمعه میخونم صبر کنید. خب و اما این کلمه انتظار که میگن هر لحظهش، یه شعری هم بود هر دقیقه به 200 سال گذشت اگه اشتباه نکنم، واقعا انتظار چیز بدی هست. میدونید که آقای سعیدی 4 هفته پیش 3 هفته پیش قرار بود صحبت کنه، یعنی یادمه، این هیچ وقت یادم نمیره، اپریل 11 چون روزی که نوام دنیا اومده قرار بود ایشون صحبت کنه، ما نبودیم و در بیمارستان این بر و بعدش که ایشون صحبت کرد، اون رفت مسافرت نبودش، هفته بعدش که آمد صحبت کرد مردم هی گفتن چی شد آقای سعیدی چرا نمیاد، گفتیم بابا این هفته مسافرته، قرار بود که این هفته با ما باشه، ولی وقتی که راجع به آقای منوچهر از ماساچوست صحبت کردیم
حالا دیگه آقای سعیدی تماس نگرفته، نمیدونم از مسافرت برگشته یا نه، یا چون آقای منوچهر میخواد در برنامه شرکت کنه ایشون به این وسیله میخواد بگه نه نمیخوام. خب این که خیلی ساده تره، شما یه زنگ بزن سوربی من برنامه خودم رو گرفتم، نیم ساعت میخوام صحبت کنم، این نیم ساعت مال خودم باشه. منم با آقای منوچهر میگم منوچهر جان شما یا همون جوری که پیام میذاری پیام بذار، دو تا ده دقیقه سه تا ده دقیقه من پخش میکنم، یا اینکه به من بگو یه روزی زنگ بزنم شما صحبت کن. ولی این همدیگر رو توی انتظار گذاشتن به نظر من هم کار بدیه هم کار زشت و بی احترامیه به همدیگه. الان من ناراحتم که منوچهر منتظر منه، من منتظر آقای سعیدی هستم، شما منتظر همه ما هستین. نه بابا شما که منتظر وای نمیسی، این نیومد میزنید اون بر. در هر صورت ماجرا اینجوری، منو چه جان اگر برنامه رو امروز به صورت زنده نگاه میکنی، اگه مایلی تماس بگیر تو برنامه خودم صحبت کن، یا اگه این برنامه رو فردا نگاه میکنی پنجشنبه زنگ بزن پیام بذار، جمعه مهمان من باش. من تا امروز خبری از آقای سعیدی ندارم و حقیقتش به این نتیجه رسیدم که این کار رو دیگه انجام ندم. من منتظر این، من اون منتظر اون، اون منتظر اون. و یادم میاد به یه داستانی، اگه اشتباه نکنم آل احمد بوده رفته بوده روسیه، میگه رفتم مغازه سلمونی نشستم، گفتم سلمونی کجاست، گفت رفته کفاشی. گفتم خب حالا که این نیست من برم ببینم اون کفاشی اونجاست. رفتم گفتم که سلمونی اونجا بود، گفتم که چرا نمیای چیز کنی، گفت کفاشی رفته مثلا مغازه نونوایی، اون رفته اونجا، اون رفته اونجا، اون رفته اونجا، همه معطل، همه بیکار، هیچ کی کار خودش انجام نمیده. من برای اینکه به اونجا نرسم این کار رو به اصطلاح استاپش میکنم یا توقف بهش میدم که به دوستان هی قول بدم اوکی. حالا مثلا آقای چمنارا به من میگن که از آقای افشارها دعوت کن، از آقای میرزا آقاسی دعوت کن، این کار مشکلیه. آقا من یه کار اینجا دارم انجام میدم، این ساعت این وقت برای شما، حالا شما اگه میخوای مهمون دعوت کنی شما مهمون دعوت کن. من منتظر سعیدی، منوچهر منتظر من، همه در انتظار. ولی این آمریکایی‌ها برنامه تا 5 سال آیندهشون رو هم دارن. چرا ما ناموفقیم و اینها موفقن؟ دلیلش به نظر من همینه. خب دوستان، اونایی که فکر میکنن آقای رضا پهلوی رو میشناسن، واقعا شما ایشون رو میشناسید؟ آقای احمدعلی مسعود انصاری یک نوشته کوتاه و مختصری رو نوشته و منم گذاشتم روی این، بذارید به شما نشون بدم، گذاشتم روی صفحه فیسبوک مردم تیوی. شما صفحه فیسبوک مردم تیوی رو میتونید خیلی قشنگ، وقتی که فیسبوک دارید دیگه حتما بلدید که چرا عکسش رو من گرفتم، میخوام به شما اونجا اونو نشون بدم. میام از این وری، اینجوری باید بشه. بله، این صفحه فیسبوک مردم تیویه. حالا که اینجا هستیم یکم هم پوز بدیم. 100% ریسپانس ریت، یعنی هر کسی اینجا چیزی نوشته، پرسشی داشته، نظری داده، ما بین 2 ساعت بهش پاسخ دادیم. 8423 نفر اینجا هستن، 19 نفر این هفته آمدن، به همشون خوش آمد میگم، از همشون ممنونم. اگه لطف کنن نظر بنویسن، شرکت کنن درباره چیزا، اگه چیزی رو میخواین پست کنین، ما درسته که به شما اجازه نمیدیم اینجا پست کنین، ولی شما اگر برای ما بفرستید، من نمیدونم چرا اینجا نوشته مردم، از مردم تیوی، این تو فایند یا ایزی، ای فکر کنم برای توییتره، خود منم نمیدونم والا، اینا هی عوض میکنم. در صورت شما تو این قسمت پیام میبینید مسیج، بعد این باکسی که اینجا باز شد میتونید برای من بنویسید این موضوع، مثلا این آقای انصاری این رو فرستادن، منم به این صورت گذاشتمش اینجا، رضا پهلوی را بهتر بشناسیم. بذارید اینم بهتون نشون بدم، اینو شما با $10 میتونید این کار رو انجام بدید. برای بیش از 8400 نفر مقالتون رو، ویدیوتون رو بفرستید. بعدم هی التماس نکنید به این و اون، آقا اگر میشود خیر قبر مادرت این را برای دیگران هم بفرست. خب بعد وقتی میان اینجا ببینید مثلا این صفحه هاشو،
قشنگ به این صورت بزرگ شما میتونید ببینید. من این نوشته رو به صورت عکس برای شما اینجا گذاشتم، ببینید چقدر قشنگ این صفحه ها، صفحه اولش، صفحه دوم، صفحه سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازده، دوازده، دوباره برمیگرده صفحه اول. از این راحت تر من نمیدونم چیه. شما کجای دنیا میتونید دوازده صفحه یا بیشتر رو برای بیش از 8400 نفر بفرستید با 10 دلار؟ اگه میتونید برید اونجا، اگه نمیتونید بیاین اینجا، از این بهتر من نمیدونم. خب این هم از این ماجرا. و اما بریم سراغ پیام ها که واقعا دیگه من نمیدونم ما کی میتونیم یاد بگیریم که پیام بذاریم. حالا شما فکر میکنید من خیلی سخت گیرم، چون یکی از دوستان برای من نوشته بود آقا خیلی سخت نگیر، حالا مثلا اسامی رو خودت هم گفتی، اسامی ها آسون بگی. نه اتفاقا به نظر من باید اشکالات همدیگر رو بگیم. همین که شما اشکال منم به من گفتی خیلی خوشحالم. خب این ممنونم از ما آزموده این در این شهر بخت خیش از حافظ، ولی نظرم رو گفتن. امروز این آقای ماز جبرانی برای من یک چیزی فرستاده بود، یکم اول ترسیدم، گفتم بنده خدا بعد از این همه زحمت کشیدن، 10 سال برای این فیلم کار کردن، حالا که فیلمش میاد نمایش داده میشه. میبینید این نوشته باکس آفیس موجو 13 تا 15 می، این ویکند گذشته بود، آخر هفته گذشته. بذارید حالا این صفحه رو براتون بزرگ کنم. بله اینجا نگاه کنید، وقتی که این کپتان نمیدونم امریکن سیویل وار رو نوشته، نوشته که مثلا 72,637,142 فروش داشته. بعد اینجا نمیدونم با وجود بر این نوشته منهای 59 0% چارج. بعد اینجا نوشته ولی آقای ماز جبرانی نوشته 60,860 فروش داشته. بعد اینجا نوشته اوریج منهای 15,000 خورده. براش نوشتم ای بابا ضرر کردی؟ گفت نه این نمیدونم چیه، توضیح داد من متوجه نشدم حقیقتش. همین که گفت نه ضرر نکردم خوشحالم. دوستان این فیلم یادتونه که گفته بودیم Thursday May 19 در همین منطقه خودمون در موزاییک سنتر به نمایش گذاشته میشه. ضمناً ماز جبرانی هم میاد اونجا صحبت میکنه، شما میتونید باهاش صحبت کنید. بلیتش هم هست 30 دلار. اونایی که ویکند رفتن دیدن این رو دیدن که بلیتش 8 دلار بوده. و اینجوری دیگه، آزادی به این میگن. اتاق اصنافی نیست که کسی رو جریمه کنه، یا شلاق نیست کسی رو جریمه. میگه آقا امروز این سینما 8 دلاره، پنجشنبه اون سینما هنرپیشه کارگردان فیلمساز میاد 30 دلاره. شما انسان آزاده تصمیم میگیری 8 دلاری رو بری یا 30 دلاری رو بری. والا اینجا زور شما اگه گرسنت باشه با 2 دلار میتونی قشنگ یه نهار سیر بخوری، بستنی هم باش بخور. خود من امروز این کار کردم، رفتم مکدونالد دیدم نوشته که ننوشته بود دلار منیو، وقتا مال وندیز بود، نوشته بود مک منیو. گفتیم این چی؟ 1 دلار شما میدی یه ساندویج مرغ، نه یه مرغا، یه تیکه اینقدی مرغ، خیلی هم خوشمزه بود، یه لیوان آب مجانی بهت میده، 1 دلار هم میدی بستنی میخوری میاد، نهارت خوردی، نوشابه هم که آب سالمتر از همه چی خوردی، بستنیت هم خوردی 2 دلار. این مملکت در صورت این هم از این. بذاری بینم این شماره تلفن آقای سعیدی اگه اشتباه نکنم، جالبه ایریا کد شما آقای سعیدی توی کالیفرنیا یه جورایی شبیه شماره تلفن هلنده. ببینم حالا درست میگم، بفرمایید. آقای سوربی سلام عرض میکنم، سعیدی هستم. آقای سوربی من متاسفم، من نمیدونستم که آقای ملچهر در واقع قصد دارن که خودشون برنامه داشته باشن و در واقع دارن از من دعوت میکنن که در برنامهشون شرکت کنم. من با کمال میل حاضرم، متاسفم این رو نمیدونستم که به چه شکل هستش. اگر ایشون
ممنونم از آقای سعیدی عزیز، خیلی خوشحالم که شما هم 100% ریسپانسیو هستید و پاسخ دادید. متاسفانه منوچهر برنامه رو به صورت زنده نمیبینه، یا اینکه سر کاره یا کامپیوترش زنده نمیبینه، بعدا از یوتیوب میبینه. اگه شما موافق باشید، ببین این من وقتی اینجوری میشه خودم به همه میگم، به همه مجریای تلویزیون و برنامه گذارا میگم بابا فکر نکنید که همه مردم از اول تا آخر برنامه شما رو میبینن، ولی باز خودمونم یادمون میره توی برنامه صحبت میکنیم، بعدم به نظر خودمون آقا من که گفتم، حالا آقای سعیدی نبوده به من چه، این اشتباه منه. وقتی ایشون گفت من باید شماره تلفن شما رو، آخه اونم نمیدونم اجازه دارم یا نه، باید به شما زنگ میزدم اینو توضیح میدادم بعد چیز میکنم. در صورت حالا چون امروز ساعت 3 بعد از ظهرم با آقای یزدان خدا بندلو هستیم، میخواین جمعه قرار بذارین ساعت 3 بعد از ظهر و شما با آقای، بله ایشون حتی این برنامه چیز رو هم گفتن که با وجود که حمایت میکنن از تلویزیون مردم گفتن، ولی برای اون برنامه حاضرن مخارجشو بدن، که من گفتم نه شما مهمونه من باش. دلیلش هم این بود که شما که برنامه خودت رو داری، من وقت اضافی رو میدم به آقای منوچهر خان، دوست داشت حمایت کنه، دوست نداشت مهمون من. بارها گفتم خیابون باید دو طرفه باشه، این خیابون ها یه طرفه گاهی وقتی مشکل زا میشه، بعض وقتا یه نفر اشتباهی میره داخلش، بعض وقتا یکی زورکی میخواد بره داخلش، باعث دعوا میشه. از هر دوی شما عزیزان، منوچهر از ماساچوست و آقای سعیدی از کالیفرنیا، ممنون و متشکرم و خوشحالم که این تلویزیون مردم تونسته این رابطه مستقیم و زنده رو برقرار کنه، چون ما یه سری آدمای زنده هستیم، خیلی همون زنده هستیم به همین که صدای همدیگر رو بشنویم. من بارها گفتم کالیفرنیا که میام، ماشین که کرایه میکنم، این همه استیشن که باید یواش ببری اون و ویلات بیکم ببری اون و میپره روی یکی دیگه، ما میریم رو موج AM دنبال 670 میگردیم با اون صدای بد و خرخر و اینها، ولی صدای آشنا میشنویم. از این بابت ممنونم. درباره نامه و ایمیل و پست و اینها، من به یه نفر قول داده بودم یه چیزی رو تعریف کنم که الان حقیقتش یادم نیست در چه موردی بود، شاید در مورد این ایمیل های اضافی که میاد به صورت جانک میل و اینها. من سالها پیش یکی از دوستانمون امیگریشن براش دردسری پیش آمده بود و گرفته بودن و پاسپورت چنار گرفته بودن و در زندان فیلادلفیا بود و ما رفتیم زندان فیلادلفیا، ایشون رو آزاد کردیم، وکیل گرفتیم، مخارج و فلان و اینها، بیزینسمون رو گرو گذاشتیم، ایشون رو از زندان آوردیم بیرون و روزها کار ما شده بود که بریم تو دادگاه بشینیم تا نوبت این بشه. اون وکیل ایرانی هم آدم بسیار خوبی بود، تا اون کارشو به اصطلاح انجام بده. توی یکی از اینایی که شما میشینی، خب کیسای مختلفی میبینی. یک نامرسانی رو آورده بودن که این نامرسان از اینایی نبود که با ماشین توی این محلهای جدید میره، از اونایی بود که با پای پیاده، بعضی هاشون هم یک گاری دارن سه چرخه است، نمیدونم دیدید یا نه، با اونها راه میرفت و نامه میفرستاده. بعد اینا یک کیسه هایی میندازن، یک توبره حقیقتا مینداختن گردنشون، روی شولدرشون، روی این چی بهش میگیم کتفشون، خیلی هاشون آسیب دیده کتفشون از بس این سنگین بوده و مجبور بودن از صبح تا عصر اینو اینجوری بکشن. این بنده خدا رو آورده بودن به این دلیل که ایشون چون دیده بود بار سنگینه، نامه ها رو گویا میریخته تو آب، رودخانه‌ای بوده، نامه ها رو میریخته تو آب و بعد یه نفرم بیکار اون پایین‌تر مثلا نشسته بوده این نامه ها رو جمع کرده، بعد دیده این برده پستخونه، گفته آقا چرا میریزید اینجوری، اینا نگاه کردن از رو زیپ کد و محله و آدرس و اینا فهمیدن که مثلا این آقای مستر اسمیت چیزه، آقای جان دو، اینایی که اسمشون یا نمیدونن یا نمیخوان بگن میگن جان دو. جان یه اسم به اصطلاح خیلی کامن هست، دو هم دی او ای فکر کنم می‌نویسن، نمیدونم چرا اینجوری می‌نویسن، جان دو و جین دو، حتی کسایی که می‌میرن پیدا نیست اسمشون، اینها می‌نویسن جان دو تا فامیلشون پیدا بشه. قاضیه به این گفت که شما چرا این کار کردید؟ این گفت که من مثلا اینقدر سالمه، الان چند ساله این دیگه شونه هام درد گرفته و به اینا هم گفتم که من نمیتونم این کار انجام بدم، اینها میگن خب میکنیم بیرون و مجبورم این کار انجام بدم و
نگاه کردم من نامه های هیچ کسی رو دور نمیریزم، من فقط تبلیغا رو دور میریزم. حالا میدونید قاضی بهش چی گفت؟ گفت بذار بهت بگم، اولا من شما رو این دفعه زندان نمیندازم، چون شما چیزای دولتی و اینها رو چیز کردی دیگه، به اصطلاح ریختی بیرون و فلان، اینها بهت جریمه میدم که چند ساعت بری با همینایی که روزها نشستن چشم انتظار به همین که این تبلیغا بیاد، به همین که این نامه‌های بی خود بیاد. خود من امروز یکی از همین تبلیغا، یکی از این کارتا اومد، روزی 10 تاش برات میاد، نگاه میکنی یکی یکی پاره میکنی میندازی دور. و یادتون باشه نگاه کنید، چون بعضی هاشون مثل تبلیغه. من یه دفعه یکی از دوستان چک برام فرستاده بود از بانک، فکر کردم تبلیغه، اومدم پارش کنم، یه دفعه گفتم بذار ببینم، نگاه کردم بابا چک برام فرستاده و تبلیغ نیست، ولی از اون بانکه اونجوری که فرستاده بود مثل تبلیغ بود. در هر صورت قاضیه میدونه اینو، جریمهشو گفت چی؟ گفت شما حالا باید بری چندین ساعت با اینایی که نشستن صبح تا شب منتظر به انتظار با عصا از پله‌ها میاد پایین، میاد صندوق نامه‌شو باز میکنه، فامیلی نداره، دوستی نداره، کسی براش نامه نمی‌نویسه، ولی به همین تبلیغا دلش خوشه، به همین نامه‌ها دلش خوشه، به همین آگهی‌ها دلش خوشه. اینم از اون ماجرا که به یکی قول داده بودم ولی یادم نیست در رابطه با چی بود و چه ماجرایی. و اما دوستان پرسیدن که خانم بهیه جیلانی ای کاش که اسامی اینها را میگفت. اتفاقا به نظر من ایشون کار خوبی کرد که نگفت، چون خانم جیلانی یک دکتر جامعه شناسه، نرفته این همه عمرش رو تلف کنه که به کسی آزار و اذیت برسونه، رفته این کاری کرده که خدمت کنه به جامعه و با جامعه شناسی، جامعه شناسوندن به من و شما، من و شما رو با هم آشنا کنه. و از ایشون ممنونه. در صورت ایشون با وجودی که برای من چند نفر رو گفتن و اینها، ولی دیدم که خودشون هم هزیتیت میکنن، هزیتیت یعنی خودداری میکنن افراد رو اسمشون رو ببرن. و در صورت امیدوارم به زودی ما خبرهای خوش بشنویم از خانم بهیه جیلانی. دوستان شما کلمه نارسیسیسم شنیدید؟ حتما صبح از شما هم مثل من کلمات زیادی رو میبینید، میشنوید، میخونید، ولی یا معنیش رو نمیدونید یا براش یه معنی درست کردید بر اساس اون چیزی که فرستادن، ولی هیچ وقت روتون نشده از کسی سوال کنید که آقا خانم معنی این اسم و اینها چیه. یکیش این نارسیسیسم هست. اجازه بدید من برگردم اشتباه نکنم، از آقای علی شیرازی تشکر کنم به خاطری که این رو فرستاد و من هم براش نوشتم که عجب ماجرایی، این درست ماجرای ما ایرانی هاست. ولی نکته جالبی که بود بالای این توی موضوع، نمیدونم خود علی نوشته این رو یا یکی دیگه نوشته، روانشناسی خودپرستی از دید مثبت. و به همین خاطر من برای شما میخونم، شاید براتون جالب باشه، چون خودپرستی همیشه به جای بد میکشه و به اصطلاح سرانجام خوشی نداره، ولی این نوشته از دید مثبت. ببینیم دید مثبت اینجا چه کار انجام میدهد. و اما نوشته هایی از همه جا، این چیزهای اینجوری به نظر من خیلی خوبه، یه چیز آدم یاد میگیره. خودپرستی، نارسیسیسم، نارسیسیسم، نارسیسیسم خودپرستی از موضوعات اصلی علم روانشناسی است. ریشه نارسیسیسم به عنوان یک لقب از رفتار یکی از موجودات اسطوره‌ای یونان، یونان باستان، ناریسوس نشان گرفته است. موجود افسانه‌ای که انعکاس صورت خود را در آب برکه می‌بیند، عکس صورت خود را در آب، البته خب خود عکس میدونی یعنی انعکاس دیگه، نور میندازن انعکاسش میشه عکس، عکس صورت خود را در آب برکه میبیند و چنان محو تماشای تصویر خود میشود که او را در همان آب غرق میکند. در قرن بیستم بود که اسطوره نارسیوس یا نارسوس وارد مباحث روانشناسی شد. به اعتقاد فروید خودپرستی در کودکی مرحله‌ای از دوران رشد طبیعی بشر است. از دید فروید
خودپرستی واکنش یک کودک است که عشق بیچون و چرای مادر را بعد از شیرخوارگی از دست می‌دهد. کودک برای حفظ سلامت وجودیش عشق به خود را جایگزین عشق از دست رفته مادر می‌سازد. عجب جالب این موضوع. بذارید من براتون تصویر رو یک کمی دیگه هم بتونم تا اونجایی که میتونم بزرگتر کنم. بله بله بهتر. فروید اضافه میکند که در اغلب موارد این مرحله عکس العملی دوره خود را طی میکند و تبدیل به احترام به خود و شیفگیری هویت شخصی میگردد. فروید البته تأکید میکند که خودپرستی فوق میتواند به یک بیماری تبدیل شود اگر کودک قادر به عبور از این مرحله نگردد. او و سایر روانکاوان باور دارند که نارسیسیسم در ذات خود مثبت است و احترام و توانایی خارق‌العاده‌ای که کودک در خود حس می‌کند در زندگی آتی زمینه اعتماد به نفس را در شخصیت کودک فراهم می‌آورد. آنها معتقدند که واقعیت‌های زندگی و برخورد درست خانواده به آرامی خود بزرگبینی‌های کودکانه را تصحیح خواهد کرد. بذارید براتون باز این قسمت پایینش هم بخونم. نارسیسیسم تا سال 1980 بیماری محسوب نمی‌شد، ولی در همان سال روانپزشکان مجموعه خصلت‌های آن را به عنوان یک بیماری در راهنمای تشخیص ناهنجاری‌های روانی مدون ساختند. نارسیسیسم به عنوان یک بیماری ترکیبی از خودبزرگبینی، میل شدید به مرکز توجه قرار گرفتن و ترس از طرد شدن و انتقاد می‌باشد. با این وجود روانپزشکانی که مشغول تدوین مجدد راهنمای تشخیص ناهنجاری‌های روانی برای سال 2013 هستند تصمیم گرفتن نارسیسیسم را از لیست بیماری‌ها بیرون بیاورند. این دوستان که بعضی وقتا حتی این دانشمندا، روانشناسا، اینها یه چیزی رو امروز میگن، بعدن فردا میبینن نه آقا این درست نیست. نارسیسیسم به عنوان یک بیماری ترکیبی از خودبزرگبینی، میل شدید به مرکز توجه گرفتن، این رو خوندم براتون ببخشید. دکتر بونا بندر چندین تحقیق پیرامونی برای دستیابی به اطلاعات جدیدتر درباره نارسیسیسم ترتیب داد تا بتواند به چند تعریف محوری از این ناهنجاری برسد. تحقیقات دکتر بندر بیش از هر موردی بر این واقعیت تکیه دارد که هیچ کس نارسیسیست به دنیا نیامده است، چون بخش بزرگی از دلایل شکل‌گیری آن به جامعه و فرهنگ مربوط است. دکتر حالا اینجا نوشته بندر میگوید تعریف جامعه و کامل برای خودپرستی وجود ندارد. اتهامات زیادی بر خودپرستان وارد می شود، نظیر آن که فکر می کنند آدم های برتر و جسوری هستند، محتاج محبت هستند و معتقدند هر کاری را شروع کنند به خاطر قدرت بیکرانی که دارند به پایان می رسانند. به آنها لقب حسود هم داده شده است و نسبت به هم نوع خود ترحم و همدردی ندارند. حالا آیا مطمئنید شما می خواهید این رو از لیست امراض بیاریم بیرون؟ چون هر کسی که به هم نوع خودش احساس ترحم و همدردی نداشته باشه به نظر من مریضه. اون روز من در برنامه درباره یه دکتری صحبت کردم، بعدن معلوم شد، مونتی فاطمی توضیح داد. بله خیلی ممنون دوست عزیزمون، توضیح داده نارسیسیست یعنی خودشیفتگی. خیلی ممنون، مرسی. و آقای مونتی فاطمی برای من توضیح داد، گفت این چون به فارسی نوشتن یا به انگلیسی نوشته بودن، شما وقتی میخواستی به فارسی ترجمه کنی غلط میشد. اینی که نوشته کاندیدای PhD اینجوری که نوشته، یعنی این فوق لیسانسی گرفته حالا میخواد بره PhD بگیره، که اینا حالا یه قدم هم زودتر شروع کردن میگن PhD. اتفاقا یه مقاله رو آقای
مسعود نقره‌کار نوشته در مورد خودش وقتی دکتر شده و فارغ التحصیل شده و جشن گرفته و عرق خورده و کباب خورده و توی محل فقیری که زندگی میکردن گفتن حالا یه آقا دکتر داریم و میگه که فلانی که مثلا اون مس بوده و نمیدونم اینها، گفته بابا ما 7 سال به این میگفتیم دکتر. پس این مثل که مرض قدیمیه و مرض جدیدی نیست که این آقای محمد شریفی که الان منتظر اعدام دوستان در آلاباما، اگه میتونید به ایشون کمک کنید. و برای من جالبه که اون دکتری که تیم هاوارد برای من ایمیل فرستاد و من جواب دادم، متاسفانه امروز برداشت انقدر ایمیل فرستاد، براش نوشتم آقای تیم هاوارد قربانت گردم شما انقدر بذارید دکتر تیم هاوارد یه جایی نوشتیم اینها، دکتر تیم هاوارد شما نگاه کنید این رو تا صبح برای من فرستاده. آخه اینها نمیفهمن که شما وقتی اینقدر برای یه نفر ایمیل میفرسی دیگه اون ارزش ایمیل رو از دست میده. و ببینید همونجوری که نگاه میکنید، من آمدم آخرینش رو خوندم و براش نوشتم دکتر جون شما از 5:54 دقیقه صبح تا 8:24 دقیقه توی 3 ساعت حدود 20 تا ایمیل برای من فرستادید. آخه این کلمه اسپم یه چیزی که وقتی خیلی زیادش میکنن میگن اسپم، جانک. خب این میره تو قوطی جانک. بعد براش نوشتم آقا من به عنوان یه نفر ایرانی اندازه خودم کمک کردم، درباره ایشون گفتم، حالا امیدوارم دیگرانم باهاتون تماس بگیرن اینها، و شما لازم نیست نامه همه رو برای من بفرستی. حتی نامه‌ای که فرستاده برای دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا، که اونها هم جوابش دادن که بله ما این کیس رو میدونیم، یه جوری بهش گفتن که کار ما دخالت در به اصطلاح قضاوت یه مملکت دیگه نیست. دوستان یادتون باشه آقای بیل کلینتون یه پسر آمریکایی رفته بود یه کشوری، یا سنگاپور بود یا مالزی بود، یه جایی که اگه شما آدامس بندازی زمین جریمت میکنن، شلاقت میزنن، اگه خط بکشی رو ماشین مردم اینها. این پسر رفته بود یه چیزایی اینجا میگن گرافیت نوشته بود روی در و دیوار یا روی ماشین یه کسی، میخواستن شلاقش بزنن. پدر و مادر آمریکایی این التماس، گریه، زاری، ویدیو به وایت هاوس این بر اون ور که آقای کلینتون تو رو خدا یه کاری بکن. کلینتون میگه ببین شما وقتی میخوای بری مملکت، قانون اون مملکت رو باید بدونی، به قانونشون احترام بذاری. این آقای شریفی، محمد شریفی، اولا گویا در کالیفرنیا بوده، اونجا به جرم قتل همسرش فکر کنم، در صد اجازه بده یه دو تا پیام هست من براتون، ضمن این که میخوام نق بزنم به دوستان که بلد نیستیم پیام بذاریم، ولی این یکی عذرش موجهه. بذارید من ببینم، اول این اگه اشتباه نکنم این باید یک خانمی باشه که میگه میخوام فارسی حرف بزنم. سلام آقای صوفی، من خواهم فارسی حرف کنم اگه ممکنه گوشی یه لحظه بزنید. ممنون میشم، خدا نگه دارتون. ممنونم. والا بلا به دین، به پیغمبر، به هر خدا، به طبیعت، شما وقتی زنگ میزنی به اون شماره تلفن 703-957 اصلا اینجا زنگ زده نمیشه، مستقیم میره تو پیامگیر. پیامگیرم مثل دستگاه های اون وقت نیست، روی دیجیتاله. و به این یکی که زنگ میزنید اگر من جواب بدم جواب میدم، اگه جواب ندم داشته باشم کار کنم بره رو پیامگیر، اون موقعی که شما حرف میزنی صداتون رو من نمیشنوم، صداتون رو ماشین میشنوه. پس این که میخوام فارسی صحبت کنم، اگه صدای منو میشنوید گوشی رو بردارید، اگه اونجا هستید گوشی رو بردارید. خب من که دیوانه نیستم، اگه اینجا بودم گوشی رو برمیداشتم. در صورت این از این. باز هم ایشون فکر کنم یه بار دیگه هم زنگ زدن، بذارید ببینیم. بله این بار یه بار بیشتر صحبت کردم. بفرمایید. خب خواستید صحبت کنم آقای صوفی. سلام عرض کردم خدمت شما، میخوام خواستید صحبت کنم با خودتون. قربون محبتت، خدا نگه، خدا حافظ. اگه میشه گوشی رو بردارین قربون جگرتون برم. خب بالاخره ایشون لطف کرده پیام سوم رو هم گذاشته. بفرمایید.
شما خواهش میکنم با سلامت کردم خدمت آقای صوفی، از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم پرونده من مادر محمد شریفی هستم فاطمه مزدعی، این پرونده بچه منو بذاریم تو نمایش مردم تا مردم بفهمن چی میگیه. خیلی ممنون میشم قربان محبتتون. من ایرانی هم شما میدنی هر محبتی کردین تراپی میشه. ممنونم، خدا نگهدارتون، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خدا. چشم. مادر ایرانی، فرزندش در معرض خطر یا تو زندانه، میخواد اعدام بشه. بذارید ببینم من میتونم با ایشون تماس بگیرم ببینم چیه، چون اون آقای دکتر تیم هاوارد به جایی که این پرونده ها رو بفرسته آمده 7 تا ویدیو که تا امروز یک نفرم نگاه نکرده گذاشته اونجا به انگلیسی. خب دوست عزیز، شما اگه میخوای این جامعه ایرانی اینو بشنوه، یه نفر از تو جامعه ایرانی کمک کنه، باید اینو به ایرانی به فارسی بگید، حالا اب نداره. بعد به ایشون میگم آقا به دوستان و فامیلش بگو این تلویزیون هست، این امکاناتو داره، همون جوری که برای دیگران میگم آقا جون مفتخور نباشید، اگر حاضرید پولی خرج کنید یه مقدار اینم وقتشو میذاره. بعد ایشون نوشته که نه ما همه پروبونو کار میکنیم. پروبونو وکیل تسخیری، شما شنیدید؟ مثلا شما پول ندارید میرید دادگاه، دادگاه مخصوصا تو آمریکا میگه شما باید برای این جرم، چیزای شخصی وکیل نمیخواد، ولی جرمی که طرف شما دولت باشه، میگه چون ما وکیل داریم، دادستان وکیل داریم و بلد چجوری با قانون سرتو ببره، تا بهتر وکیل داشته باشی. شما اگه گفتی من پول ندارم وکیل بگیرم، این آمریکای بعد، این شیطان بزرگ به شما وکیل مجانی میده. تو ایران هم قراره همین کارو بکنن، وکیل تسخیری فکر کنم اگر اشتباه نکنم کلمه رو اینجا میدن. حالا این وکیل چجوریه؟ وکیل مثلا قانونش نمیدونم درست، میگن مثلا از هر 30 تا کیس، از هر 30 تا پرونده که شما داری پول میسازی، خب یه دونم باید بیاد مجانی کار کنی. این آقای تیم هاوارد نمیدونه که آقا من که اینجا وکیل نیستم، من که اینجا 30 تا برنامه پولی ندارم که یه دونه برای شما مجانی، من اینجا 30 تا برنامه مجانی دارم، تا دلت بخواد همه مجانی، همه آقا اینو پخش کن، خیر حضرت عباس، جوونی تو مادرت نگه داره، نمیدونم خدا پدرت رو نگه داره، بابا پدرم هم مرد، مادرم هم پینچ. ببینیم با این مادر واقعا اینا چه ظلمی میکنن به پدر و مادرشون، اینایی که جرمی شامل به اصطلاح انجام میدن، و چه ظلمی به پدر و مادرهای میشه که اون فرزند جرمی انجام نداده باشه و بیگناه اسیر شده باشه. حالا ببینیم اگه هستن ایشون باشون صحبت کنیم، احتمالا یا کالیفرنیا یا آلاباما هستن. از این گوش شما را آزار نمیدم پس نیستن. ولی یه نفر پیام گذاشته اینجا به نام دکتر علی تهرانی، گاهی وقتا میگم من هی به خودم میگم انگلیسیم بده، بابا بدم نیست برای کسی که تو سن 30 سالگی آمده اینجا، انگلیسی زبان سومشه. از روز سومی که من رسیدم اینجا رفتم صبح کار کردم، شب رفتم مدرسه، یعنی من اینجا نه وکیشن داشتم نه هانیمون داشتم نه چیز. این بشنوید صحبتای این آقای دکتر علی تهرانی، بفرمایید. سلام آقای پروفسور سوری، this is Dr. علی تهرانی، I am calling from Huntsville, Alabama. Would you please respond? And I already had my assistant emailed you by name Dr. Tim Howard, and he would like to know if there's any help available from you, and would you please help at your best Mr. Hussein Sharifi in Huntsville, Alabama, 256-33. Bye.
مستر حسین شریفی، ما تا اونجا شنیدیم محمد شریفی، و حالا ایشون میگه که اسیستنت من، معاون من آقای تیم هاوارد با شما تماس گرفت. با آقای تیم هاوارد میگم با فامیل اینها، با اینها صحبت کن، بگو اینجوری شما به جایی نمیرسید که هی بفرستید بعدم دلتون خوش باشه امروز 3 ساعت کار کردید. کار بیهوده است، باید ارگانایز بشید، ببینید کجا چجوری با خرج یه هزینه کمتری میتونید بیشتر اینو پروموت کنید و پابلیش کنید. که ایشون هم گفت که نه، ما دنبال چیزای مجانی میگردیم. حالا شما دوستان اگه میخواین با این آقای دکتر علی تهرانی تماس بگیرید و ببینید چه میشه کرد. اگر کسی از شماها در رابطه با این پرونده که من یه مقدارشو که رفتم تحقیق کردم، به نظر میرسه دولت آمریکا میگه ایشون در کالیفرنیا همسر خودش رو کشته، تا اینجایی که من فهمیدم، اگه شما خبری داری لطف کنید برای من بفرستید. ساعت 2:52 است به وقت نیویورک و تا 8 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای یزدان خدابندلو تا با هم صحبت کنیم. دوستان آقای یزدان خدابندلو، من امروز باشون صحبت کردم، براتون بگم برنامه ایشون به چه صورته. ایشون یه آدمیه که محقق میکنه، تحلیل های خودش رو روی نوشته به صورت کتاب، به صورت جزوه، به صورت نوشته پخش میکنه. حالا من و شما میدونیم اگر قرار بود که ما با نوشته یاد بگیریم، روز اول که میرفتیم کلاس اول مدرسه نه معلمی میمد نه کسی میمد، بابای مدرسه دم در درو باز میکرد، کتاب اول رو میداد، میگو برو بخون پسرم. سال دوم همینجور، سال سوم همینجور. ولی بعد از این همه مطالعه و اون ملاهای مکتب و اینها به این نتیجه رسیدن که یه معلم باید باشه. وقتی میاد اینجا میخواد برای شما 50 صفحه یه چیزی رو توضیح بده، این رو به شما تیترش رو بگه، عنوان بحث امروز اینه، 4-5 دقیقه صحبت کنه، بعد کتاب رو به شما بگه این کتاب من از این دارم میگیرم، من چیزای نوشته مغز خودم رو اینجا نوشتم گذاشتم. در اصل به این صورت اگر ایشون برنامه رو اجرا کنه، من هم به ایشون گفتم من مثل یک بیننده حق دارم از شما سوال کنم، چون اینجا هستم الان سوال میکنم. یه بیننده که فردا برنامه شما رو روی فیسبوک میبینه یا روی یوتیوب میبینه، فردا سوال میکنه. و از امروز هم همونجوری که گفتم برنامه ایشون جدا میشه، یه حسنی هم برای ایشون داره که دیگه به جای اینکه از امروز فقط تا جمعه پخش بشه، این برنامه به صورت برنامه مستقل مثل برنامه آقای ارشاد، مثل برنامه آقای فرهومند از سوئد، مثل برنامه آقای مینویی تا هفته دیگه پخش میشه. هم به نفع ایشون میشه، هم اون اشکالی رو که آقای مصطفی زاده گفت دیگه از امروز نخواهیم داشت. 2 تا لینک میاد، ولی یکیش نشته سوربی با مردم، یکیش نشته آقای یزدان خدابندلو. ایشون فکر کنم دکترم باشن، چون چیز هستن دیگه، فکر کنم دکتر آسیب شناسی هستن، ولی به من هیچ وقت نگفتن که اسم منو بنویس این دکتر یا نه. و از امروز اگه بشه ایمیل و به اصطلاح شماره تلفن ایشون رو هم میذاریم که شما بتونید مستقیما با خودشون تماس بگیرید. این هم از این ماجرا. و یه روزی خود من میخوام بیام درد دل کنم به شما، بگم دوستان ماها اینجا به عنوان یک به اصطلاح تلویزیون چه کار باید بکنیم. اگه اشتباه نکنم مونتی برای من خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود آقا شما نه دفتر وکالت داری که بتونی این کمک ها رو به مردم انجام بدی، و همین که اینقدر هم کمک میکنی، ایشون به نوبه خودش گفته بود که والا چی میگن کار خوبی انجام میدی، گفتیم خیلی ممنون. این هجوم چشم آبی ها رو بذارید من براتون، آها مثلا آقای سعید امینی، حالا یا از طریق برنامه ما یا از طریق ایمیل ها، گویا با همین آقای دکتر هوارد تماس گرفته، گفته Dear Dr. Howard, we really appreciated your interest and dedication in making sure that Mr. Sharifi received justice. The last time I checked, Mr. Sharifi had legal representation and he was represented by Tutan Law
آفیسش، شماره تلفنشون هم نوشته، شماره آدرسشون هم نوشته. بذار اصلا بهتون نشون بدم، این که یه چیز عمومیه برای همه میفرستن، ما گاهی وقتا یادمون میره. این رو یک آقایی به نام سعید امینی فرستاده و من به نوبه خودم ممنونم. در هر صورت ایشونم یه جورایی مثل من پیشنهاد کرده، نوشته in order to save energy and spend the resources more efficiently، نوشته برای این که نیروی خودمون رو بیهوده هدر ندیم و کارهایی که انجام از این ریسورس، از این چیزهایی که داریم به صورت خیلی مغرون به صرفه استفاده کنیم. این کلمه ها رو وقتی بخوای جمله به جمله بگی و کار هر روزت نباشه ترجمه، به این مشکل برمیخوره. در هر صورت ایشون هم به آقای همینو گفته شما یک کمی ارگانایز باش. فکر کنم ایشون هم خسته شده یه جورایی. بعدم آقای سعید بی امینی PhD MBA نوشته اترنی ات لا دیستریک آف کولومبیا فلوریدا مریلند نیویورک اوهایو. ممنونم آقای امینی، گاهی وقتی بیا تو برنامه ما راجع به این قانون و اینها یکم صحبت کن که دوستان ایرانی اینجوری چپ و راست خودشون رو اسیر قانون نکنن. خب ببینیم که قاری قرآن از حافظ قرآن مهمتر است. اینم از این 257. بذارید ببینیم که دیگه چی براتون گذاشتم که با در مورد صحبت کنم. البته امروز ما سعی میکنیم با آقای خدابندلو نیم ساعت باشیم و بعد تو اون برنامه دوباره این اصلا یه جورایی حقیقت نمیدونم چه کار کنم، نمیدونم، بعض وقتا به بنبست میرسم. دوستان یادتونه که بلیتای می 19 برای ماز جبرانی سولد شده بود، گویا یه اوپنینگی انجام شده، مثلا یه نفر 30 تا تیکت خریده برای شرکتش و اینها، مثلا اونا گفتن که ما یه شنبه رفتیم دیدیم دیگه، حالا نمیتونیم پنج شنبه بیایم، یه همچیزی اینا رو دوباره گذاشتن. تیکت ها رو میتونید برید بخرید اگه میخواین. یکی از این، یکی هم الان من نیاک دیدم که یه برنامه‌ای داره، بذارید بهتون بگم. میدونید که این قانونای ویزا و اینها دو نفر، اون هم دو نفر از به اصطلاح کانگرس، نمایندگان مجلس، که این دوتا هم هر دو خانم هستن و زن هستن، آفرین به اینها، اینها بودن از 19 کسی که اپوز یعنی مخالفت کرده با اون HR این House of Representative. بعضیا فکر کنن Human Right House of Representative، اینم بیل، شماره بیلش هست. در هر صورت یک برنامه شامی هست گویا 8 جون، هنوز وقت داریم، ولی اگه خواستید باید اینجا میگن RSVP به اصطلاح تماس بگیرید. مثلا من اینجا ببینید اگه بنویسم I will be there، می‌نویسه که اسم و فامیل تو اینها و چند، گویا $120 برای هر نفر هست. میدونید شما وقتی پول میدید $120 انتظار نداشت باشید $120 خوراک بهتون بدن، مثلا $30 $40 $50 برای خوراک و اونجا هست، باقیش رو برای این پولایی که ارگانایز کنن دنبال این کارا بیشتر برن. اصلا اسمش هست fundraiser یا fundraising، ببخشید. خب اینم از اون. و من همینجا از شما اجازه بگیرم که این برنامه رو قسمت اول، نه دیگه این برنامه من بود، همینجا تموم شد. خیلی چیزا هم مونده، شاید من بعد از برنامه آقای خدابندلو دوباره بیام یا شاید هم دیگه نیام. 50-50 و نمیدونم به خدا. این کارا رو تو تلویزیون‌های درست حسابی، کار مجری برنامه نیست، اون صاحب برنامه، صاحب تلویزیون اون کارا رو انجام میده، مهمونا رو انتخاب میکنن، برنامه گذارا رو انتخاب میکنن و مجری برنامه فقط برنامه اجرا میکنه و به نحو احسن. ما اینجا همه کاره خودمونی. ولی اجازه بدید دوستان من یک لحظه این برنامه رو قطع کنم، برنامه آقای خدابندلو رو شروع کنیم با هم، که همونجوری که بهتون گفتم از امروز قشنگ دو تا قسمت باشه، برنامه ایشون در فیسبوک با صحبت‌های خودش شروع بشه، برنامه ایشون به جای فقط امروز و فردا و جمعه تا چهارشنبه هفته آینده هر روز
پخش بشه. اگر شما مایلید با آقای خدابندلو صحبت کنید، در برنامه‌هاش باشید، ایشون رو به چالش بکشید، چالنج کنید. ایشون برنامه‌ای هم دارن توی همون آلمان، مثلا فردا شب یکیش هست، میتونید تماس بگیرید. اگر لوکال هستید، محلی هستید، اونجا برید. اگه نیستید، امروز همه دنیا به صورت یک دهکده کوچیک در اومده، میتونید مهمان برنامه باشید، ولی با خود ایشون تماس بگیرید. نه به من بگید که به آقای یزدان خدابندلو بگو میخوام مهمون باشم، نه چیز، با خودشون تماس بگیرید. و ایشون هم اگه میخواد کسی رو دعوت کنه مستقیما، من اینجا فقط صاحب مجلس باشم. دوستان من ازتون خداحافظی میکنم، یک لحظه با ما باشید، برمیگردیم.